انا في زبن انا بنا تلفزيون شي مره اكثر شارب اللي مش مثلا تقديم لكم شماري از افغان ها در مقابل دفتر پناهندگی فدرال آلمان در برلین جمع شدن و میخواین انزجار و خشم خود را نسبت به قتلی که توسط گویا یک جوان افغان به یک دختر آلمانی دانشجوی پزشکی صورت گرفته او را محکوم میکنن و میخواین که خود را در غم فامیل ماریا دختر 19 ساله آلمانی شریک بدن. گرچه که هوا سرد بود و اطلاع رسانی هم دقیق نشود ولی باز هم تعدادی از بانوان افغان و مردان و جوانان توانستند که خود سر وقت برسانند و همی اظهار غمشریکی خود را به ملت آلمان و حکومت آلمان و همچنین به فامیل ماریا دختری که توسط یک افغان کشته شده و او فعلا تحت بازداشت است و هنوز تحقیقات کلی مبنی بر اینه که واقعا قاتل است در دست نیست، ولی افغان ها لازم دانستن که در شرایط امروز که اتفاقات همچنینی میفته و گروه های افرادگری از این مسئله سوء استفاده میکنن و کوشش میکنن که تماما پناهجویان را به اصطلاح مقصر بسازن، اینجا میخواین نشان بدن که او قسم نیست. البته دولت آلمان خانم آنگلا مرکل و زیگما گابریل جداگانه در اطلاعیه‌ای که صادر کردن گفتن که این عمل یک فرد و یک شخص است که او با فامیل از او، با شهر از او و با مملکت از ارتباط پیدا کرده نمیتونه و در این صورت ما نمیتونیم که عمل یک فرد برای یک ملت نشان بدن و حتی بورگمایستر یا ببخشن شهروال یا شهردار شهر فرایبورگ گفته که اشتار داده با مردم که نباید از خاطر قتل یک قاتل که یک جوان است دگرم داخل ای به اصطلاح مقصر بدانند. و همچنین به طور مثال شهردار فرایبورگ گفته که تصور کنیم که یک متهم یک توریست و جوانگرد امریکایی می بود، آیا می باید گفت که اگر گردشگران امریکایی وجود نمی داشتن چنین اتفاقی نمی افتاد؟ یعنی خواستن که به طور عموم این را مشخص بسازن که این عمل است که در بین مردم تمام کشورها و حتی مقامات آلمان گفتن که حتی آلمان هم استثنا نیست که گاهی دست به چنین اعمال خشونتبار زده شده. در هر صورت این تعداد از پناهجویان و مهاجرین افغانی که در برلین هستن خود را در این روز سرد و بارانی رساندن تا اقلا گوشه تسلیت خود را به فامیل خانم ماریا که در این حادثه اسفبار جان خود را دست داده به فامیل برسانن و بگوین که ما تعداد کمی هم هستیم ولی خود در غم شما شریک میدانیم و امیدوار هستیم که چنین اتفاقاتی دیگه نیفته و این شمیرم که شما میبینین مهاجرین و پناهنده های ما به یاد بود از خانم ماریا اینجا روشن کردن و بر رسم اعتراض به این اعمال خشونتبار تصمیم گرفتن که در این تظاهرات یا در این اعتراض کاملا سکوت کنن و فقط در چراهایشان غم و اندوه دیده میشه که به این وسیله میخوان که ابراز تاسف و تاثر خود را نسبت به این حادثه یک بار دیگر به فامیل ماریا ابراز بدارن. البته شاید نیم ساعت یک ساعت یا دیگه همینجا باشن تا ای که اقلا کسان دیگه که بعدا خبر شدن و در بیر رفتن شاید بیان اونا هم برسن. در هر صورت من میتونم که با یکی از بانوان افغان که در اینجا هستن پرسان کنم آیا اگر لطفا بگوین که علت تجمع شما در اینجا طوری که من اشاره کردم اگر شما هم بگوین چی هست؟ ما بلکیس مردانزای هستم و ما بسیار افتخار میکنم که این پیشنهاد از طرف مردای افغان ما آمدن که باید از ما یک تظاهرات برآوردیم و این مسئله را محکوم بسازیم و ما ایره بسیار بدرقه کردم و کل از این پیشنهاد از طرف آقای راستان و دوستایشان بودن که واقعا ما بسیار خوش هستم که امروز همگی ما اینجا آمدیم استادیم و ما فقط پیام ما برای کل افغان های نمیست که ملیت و قوم دوستی را گوشه بانین، اتحاد کنین که بالاخره بتانیم پس با وطن خود همه ما بریم و به سر بلند زندگی کنیم و لطفا دست از تو جنایات بردارن. امیز پیام من
یکی از جوانام که عکس ماریا به دستش است و چهرهش تأثیر نمایان است، میخواستم از دو پرسان بکنم که در رابطه با این قتل چی میگوین و در رابطه با این شرکتی که شما برای قمشیرکی کردین چی میخواین بگوین؟ سلام به خدا، ما امروز آمدیم به جمع دوستا به خاطر از این قمشیرکی ماریا جان. ما بسیار اظهار تأسف میکنیم به فامیل از اینا که یکی از افغان ها جنایت انجام داده. ما به همین روز جمع شدیم به هوای ساعت نشون بدیم به همه که ما هم به هم از این فامیل شریک هستیم. بسیار تشکر. یکی از افغان های ما که یکی از بزرگان ما هستند و همیشه در این مراسم شرکت میکنند و امروز هم شرکت کردن. آقای ولی، اگر لطفا شما هم در رابطه با این قتل و اظهار تأسف خود اگر چیزی بگوین. بله، من هم به نوبه خود اظهار تأسف و تألم خود به خاطر قتل ماریا، محصل جوان شهر فرایبورگ که توسط یک افغان صورت گرفته، گویا که انتصاب داده شده به یک افغان، قلبا متاثر هستیم و همه ما همدردی خود به فامیل مرحومه ابراز میکنیم و تأثیرات عمیق ما را به این مناسبت تقدیم می‌نماییم. باتم تعداد از افغانهای ما در اینجا جمع شدن و میخوایم از آقای نادری پرسان کنم که از همه تقریبا جلوتر همینجا آمدن، لطفا اگر کوتاه در رابطه با قتل بگوین و در رابطه با غمشریکی خود و جمع شدن افغانها در مقابل دفتر پناهندگی فدرال آلمان در برلین. ما افغانهای مقیم برلین امروز در اینجا جمع شدیم که احساس همدردی خود با فامیل ماریا و این عمل غیر انسانی و وحشیانه این افغان که دختر هست به قتل می رسانه و دوستان و فامیلشان برسانه. این عمل غیر انسانی بوده و ما از این مسئله بسیار متاثر هستیم و احساس تأثیر و همدردی خود را می خواهیم توسط همین اجتماع با سهم فامیل محترم ماریا از پیش ما رفت و ماریا ما را در غم خود باید شریک بدانه. ما در غم از این شریک هستیم و رنج بدانیم. در گزارشات دیگه که آمده گویا 5 نفر نوجوان بین 17 تا 19 ساله که این عمل انجام دادن با خود همین جوانی که گویا 14 سال و اندکی می باشه یک جا مشترکن بدون سرپرست به آلمان آمدن و اکثرا جوانهایی که در اینجا آمدن تعداد زیادتون بدون سرپرست هستن که اینا معلوم نیست در افغانستان در پیش فامیل کلان شدن یا به شهرهای همجوار مسافرت کردن، ولی دوران جنگ و اختناق در افغانستان باعث شده که خیلی فامیل آدم پراکنده شون، جوانها از دامان فامیل خود دور باشن و او ارزش‌های اخلاقی که میتونن در داخل فامیل خود فرا بگیرن متاسفانه در دوران اختناق و جنگ در افغانستان کاهش یافته و اکثر این جوان ها تنها هستند.